دو تا فاکتور هست. یکی که بین جمهوری اسلامی در داخل ایران وضعیت بسیار شکننده ای داره، با تمام بحثایی که تو این 6 ماه هست، مسئله اصلی رو جمهوری اسلامی میخواد بپوشونه، ضعف خودش در مقابل مردم، جنگ واقعی که با مردم داره، اقتصادش ورشکسته است، مردم ازش نفرت دارن، ممکن برای هر موضوعی مردم بیان تو خیابونا. بنابراین اگر وارد درگیری غیر قابل پیش بینی بشه، ضربات سنگین نظامی بخوره، آبروش بره، در داخل قدرتش به شدت ضعیف میشه، میتونه تاثیر جدی رو جنبش بگذاره، براش بسیار پیامدهای خطرناکی میتونه داشته باشه. بنابراین وارد ریسک‌های زیادی نمیشه، سعی میکنه نان این داستان رو که تو این 6 ماه بوده رو بخوره، ولی وارد ریسک نشه. مسئله پایانش هم اینه که بالاخره الان جمهوری اسلامی از درد و رنج مردم فلسطین و اون فجایع انسانی که در اونجا هست داره حداکثر استفاده رو میبره، از شکاف بین آمریکا و اسرائیل هم فایده میبره. اگه وارد تقابل بشه این میشه مسئله اصلی و اونها میره به سایه، میره به کنار. شکاف آمریکا با اسرائیل هم که در حد بعد چارچوبش نگاه بکنیم زیاد نیست، ولی یه شکاف جدید هم هست در رابطه آمریکا و اسرائیل، این پر خواهد شد، به ضرر جمهوری اسلامیه. بنابراین من فکر نمی کنم یه حمله ای بکنه که تمام این چارچوب ها رو بخواد خدشه‌دار بکنه.